و هرگز دولت انگلستان و هیچ دولت بیگانه‌ای در جهان خواستار این نخواهد بود که ملت ایران خودآگاه تبدیل به یک ملتی قدرتمند بشه و در جهان از منافع تاریخی خودش دفاع بکنه، زیرا که نباید. جهان به اندازه کافی با مشکلات روبرو هست. اگر کس دیگری هم، کشور دیگری هم بلند بشه و بگه من هم میخوام به مانند شما از منافع کشور خودم، از منافع ملت خودم دفاع بکنم، خب به راستی مشکلی بر مشکل جهانیان افزوده خواهد شد. ولی تا به کی ما باید به فکر جهانیان باشیم؟ تا به کی ما باید گردن بذاریم به خواست بیگانه و خواست جهانیان که به عنوان برده باقی بمونیم و زمام امور خودمون رو به ایران فروشان و غارتگران بدیم که جهان آرامش و آسایش داشته باشه؟ این سخن در واقع بدین معنی نیست که ما میخواییم به جون جهان بیفتیم. هرگز. ما میخواییم کشور خودمون رو، نجات بدیم. این بدین معنی نیست که ما میخواییم با جهان بجنگیم. یا نمیدونم. ارتش درست کنیم. بگیر و به بند را بندازیم. اینطور نیست. ما ارتش درست خواهیم کرد. ما از خودمون دفاع خواهیم کرد. ولی به جان کسی هم نخواهیم افتاد، زیرا که توان اون رو نداریم که به جان کسی بیفتیم و خواست اون رو نداریم. اگر میبینید که سپاه کوروش و داریوش در دوران امپراتوری ایران حرکت میکنن، این حرکت به خواست خود کشورهایی که هست که به کشور شاهنشاهی ایران میپیوندن، نه به خواست شاهنشاهی ایران تا مردم ایران. ما برای آزادی حرکت کردیم در جهان، نه برای تسخیر و غارت. ببینید جهان رو در اون زمان، تاریخ رو مطالعه کنید. هرگز ملت ایران هیچ کشوری رو غارت نکرد. اموال و دارایی هیچ ملتی رو به خزانه شاهنشاهی ایران ملحق نکرد. تجربه‌ای که ما از حضور بیگانه در ایران داریم، هموطنان گرامی، نقطه عطفش در واقع پادشاهی رضا شاه بزرگ هست و به وجود آمدن این پادشاهی و بر سر کار اومدن و به قدرت رسیدن رضا شاه بزرگ هست. من همیشه این رو مقدم میذارم نسبت به مسائل دیگر. چرا باید دولت انگلستان پیشنهاد پادشاهی بده؟ گفتیم که باید که این کشور یک پارچه بمونه. باید که یک نفر با کشور انگلستان قرارداد ببنده و این یک نفر باید مرزبان تمامی کشور ایران باشه و نه اینکه مثلا خراسان برای خودش ساز به قول معروف فدرال یا جدایی بزنه و شخص دیگری، کشور دیگری طرف قرارداد خراسان بشه یا بلوچستان ساز به قول معروف فدرال و جدایی خودش رو بزنه، کشور دیگری طرف قرارداد بلوچستان باشه، آذربایجان همینطور و دیگر در واقع مناطق این کشور. کشور بیگانه ی انگلستان نیاز به یک مرزبان قدرتمند داشت که این مرزبانی به گونه پادشاهی و شاهنشاهی میتونه در واقع تضمین کنه یک پارچگی رو و این یک پارچگی میتونه طرف قرارداد قدرتمندی برای بیگانه بودن مثلا که یک در واقع شق قضیه هست، میتونه این یک پارچگی و این شاهنشاهی در جهت منافع ملت ایران باشه، میتونه در جهت
خودآگاهی ملت ایران باشه که دیدیم در زمان شاه با تمام حضور بیگانه در ایران، با تمام سعی قاجاریه و دیگران در ایران و بیگانه در ایران، نتونستن جلوی حرکت در واقع تکامل رو بگیرن. تنها کاری که تونستن بکنن این بود که تخریب کنند این سیستم رو و غارت کنند دارایی ملت ایران رو. ولی به راستی روند شکلش عوض شد، متوقف نشد، شکلش تغییر کرد. من فکر میکنم که ضریب حرکت سریعتر هم شده، ضریب تکامل سریع شده. من فکر میکنم که انجمن پادشاهی ایران چنانچه قدرت رو به دست بگیره، خواهد توانست این ضریب رو در ملت ایران به راستی دخالت بده و ملت ایران رو به یک ملت قدرتمند و خودآگاه در منطقه تبدیل کنه. برگردیم به پشتیبانی دولت انگلستان و دعوت دولت انگلستان و مجلس عوام. مجلس عوام یعنی مجلس انگلستان، کسی که تصمیم میگیره برای کشور انگلستان، نه برای کشور ایران، کشوری که از جمهوری اسلامی در حال حاضر حمایت میکنه، طرف قرارداد جمهوری اسلامی هست. اگر میبینید میاد مسائل فرعی رو مطرح میکنه، نه به خاطر این هست که بخواد جمهوری اسلامی رو بزنه، هیچ کشوری در جهان در حال حاضر نمیخواد جمهوری اسلامی رو بزنه، زدن جمهوری اسلامی به راستی کاری نداره. به من یک تریبون، هر کشوری که میخواد جمهوری اسلامی رو بزنه به من یک تریبون بده و من رو آزاد بذاره. من آزاد هستم، به من یک تریبون بده و من رو روی هوای ایران بذاره. من به شما خواهم گفت که چگونه و به چه آسانی میشه سرزمین ایران رو از زیر فشار جمهوری اسلامی رها کرد. کسی حاضر به این نیست، هموطنان گرامی. یعنی کسی هوشنگ رو نمیشناسه، یعنی از نیت انجمن پادشاهی ایران کسی با خبر نیست، کسی فولادمند رو نمیشناسه. به راستی سوگند که تمامی کشورهای بیگانه از تمامی ملت ایران آگاه‌تر به تاریخ و خصوصیات ملت ایران هستند. کشورهای بیگانه تمامی خصوصیات این سرزمین رو سال هاست که بررسی می‌کنند و می‌شناسند ملت ایران رو. کسی نمی‌خواد که جمهوری اسلامی سرنگون بشه، والا درگیر شدن با جمهوری اسلامی برای جهانیان کاری نداره. هموطنان گرامی، زمانی که براستی براحتی میتونه 50 کشور با هم متحد بشه علیه یک کشور و اعمال فشار بکنه، حضور نظامی داشته باشه، درگیر شدن با جمهوری اسلامی کاری داره برای جهان، واقعا این مسخره است. کسی نمیخواد. آنچه که شما میبینید، اختلاف نظرها و اختلاف سلیقه‌هایی که با جمهوری اسلامی موجوده، ظاهر قضیه است. باطن قضیه قراردادهای اقتصادی با جمهوری اسلامی هست. مخرج قضیه به قول شاهزاده باز کردن پای بیگانه در منطقه هست. مخرج قضیه علت به قول معروف سوری دادن به حضور بیگانه در منطقه هست. هموطنان گرامی،
کسی نمیخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. حضور شاهزاده در کشور انگلستان و مجلس عوام